درود بر شما بهمن هستم چهل ایرانی چندی پیش نشستی بود به نام نشست همبستگی پلی برای آزادی چند تن از سرشناسان ایرانی اونجا بودن و سخن می گفتند و به پرسشا پاسخ میدادند یکی از این دوستان عبدالله محتدی هست از حزب کومله که در اونجا سخن می گفتن و سخن رو اینگونه آغاز کردن و گفتن که من همونطور که می دونید از طرف کردستان اینجا صحبت می کنم. من همونطور که می دونید از طرف کردستان اینجا صحبت می کنم و به شما سلام می کنم. از طرف سرزمینی که و مردمانی که بیشترین سهم رو به طور نسبی در اعدامها دارند و کمترین سهم رو در برنامه های توسعه اقتصادی و آبادانی از طرف مردمی که تحت ستم های چندگانه قرار دارند از،, از طرف سرزمینی که خواستگاه انقلاب زن زندگی آزادی بود و الان هم کانون این انقلاب باقی مونده زمانی که من این سخن آقای معتدی رو شنیدم یه مقدار به فکر فرو رفتم به خاطر اینکه ایشون با این پیشینه چندین ساله‌ای که دارن در عالم سیاست بیگمان میدونند که زمانی آدم کسی یا کسانی رو نمایندگی میکنه که از سوی اون افراد برگزیده شده باشه من الان که تهران چش به جهان باز کردم و در تهرانم بزرگ شدم من نمیتونم بیام جلوی دوربین بشینم و خبرنگارها هم نشستن همه دارن گوش میدن و بیام بگم من به نمایندگی از تهران اینجا نشستم به خاطر اینکه اینکه من تهرانی هستم چیزی رو تغییر نمیده این نماینده بودن زمانی مفهوم پیدا میکنه که اون کسانی که اونجا زندگی میکنن در یک انتخاباتی بوده و اینها من رو برگزیدند و این رو من از این بابت اینجا عنوان میکنم به خاطر اینکه پیش از این هم من از سوی حزب های دیگه هم این رو شنیدم از افراد دیگه ای که در جامعه ما شناخته شده هستند حتی میتونن سیاسی هم نباشند اما شناخته شده هستند که یک اشتباهی اینجا صورت میگیره و این خیلی مهمه ما بهش بپردازیم و اونم همین هستش که ما تا مردم ما رو در یه انتخابات آزاد انتخاب نکردند هیچ کدوم از ما نمیتونیم بگیم که ما از سوی این گروه یا اون گروه یا کل ایران نماینده هستیم این درست مثل اینمونه که یه وکیلی تو شهر بیاد بره یه سری کاره و بخواد به نام من یا برای من به نام دیگه از من انجام بده اگر بخواد این کار انجام بشه نخستین کاری که اون وکیل میکنه این که یه سری کاغذایی هست به من میده من باید زیر اینا رو امضا کنم داستان به همین سادگی در دنیای مدرن و امروزی در سیاست هم همین گونه است و همه این افراد سیاسی ما در این صده گذشته چه در ایران و چه در بین همسایه های ایران همه این سازمان های سیاسی یا غیر سیاسی فعالین، حزب همه و همه بدون استثنا چه اونایی که پیشینه طولانی تری دارن مانند حزب کمله چه اینایی که همین چندی پیش درست شدن حزب ها، سازمان ها، ما چون در این صده گذشته چه در ایران خودمون و در چه در بین همسایه های ایران هیچ وقت یه انتخاباتی نداشتیم بر همین کسی نمیتونه بگی که ما نماینده های این و آن هستیم حالا هر جور میخواد بگه فرقی نمیکنه برای اینکه یه مقدار این روشن بشه چون این کار هم یک کار غیر قانونی هست چون قانون گفتم زمانی این پروانه رو به آدم میده این اجازه رو میده که کسی کسانی نمایندگی کنه که رسما در انتخابی در یک انتخاباتی این کار انجام شده باشه بنابراین غیر قانونی این کار دومی که غیر اخلاقیه به خاطر اینکه ما نمیتونیم همجوری بریم بگیم من از سوی این و آن اینجا نشستم دارم سخن میگم این کار غیر اخلاقیه حالا کسی شاید چیزی نگه ولی من تعجبم این هستش که این اتفاق آقای معتدی درست روبروی این همه آدم که اونجا در سالن نشستن که بسیاریشون هم خبرنگار هستن این رو عنوان میکنن و هیچ کدوم این خبرنگارا منگام پرسش و پاسخ از ایشون پرسن که شما چجوری میتونید بگید که شما نماینده به نمایندگی از کردستان اینجا نشستید همجور که من نمیتونم جایی بشینم بگم من به نمایندگی از تهرانی ها اینجا نشستم سخن میگم یا هر کسی دیگه این. اه برای اینکه یه ای مقدار این روشنتر بشه حتی در فردای ایران ما فرض را اگر بر این بذاریم که جمهوری اسلامی افتاده حالا یه دولت موقتی اومده حالا همه چی جمع جور کرده و سر و سامان داده جامعه رو حالا زمان اون فرارسته که انتخاباتی باشه همه حزب هایی که ما داریم در اون انتخابات شرکت کنن و خب وارد مجلس بشن مجلس که خواهد بود نماینده های مردم اونجا میشینن و به, تد... به, میزانی که مردم به این حزب رای دادن اینا میتونن نماینده اونجا داشته باشن رو این صندلی ها و با هم رایزنی کنن و اونها هم که بیشتر رای گرفتن دولت رو در یه مدت مقطع زمانی چهار ساله درست میکنن خب ببینیم در یه کشور مدرن مانند سوئد این کار چجوری انجام میشه که ما هم میخوایم به اینجا برسیم دیگه میخوایم در ایران دموکراسی به وجود بیاد یه انتخابات آزاد خب من الان یه نموداری به شما نشون میدم که در اینجا شما نگاهی میندازیم به انتخابات انتخاباتی که در سوئد انجام شده در سال 2022 و در این انتخابات در مجلس سوئد 349 نماینده میشینن که اینا مردم سوئد رو نمایندگی میکنن سوئد هشت حزب داره که تونستن در انتخابات سال 2022 وارد مجلس بشن که اینها به نوبت از شب به راست در این نمودار میبینید که بیشترین سوسیال دموکرات ها هستند که 107 صندلی رو به خودشون اختصاص دادن چرا چون مردم سوئد اینا رو انتخاب کردن به میزان درصدی که رأی دادن به این حزب دومین گروه بزرگ سوری دموکرات ها هستند که 73 صندلی رو دارن مدرات ها 68 تا ونستر پارتیه حزب چپ 24 تا صندلی دارن سنتر پارتیه حزب سنتر 24 تا کریست دموکرات 19 تا میلیو پارتیه حزب محیط زیست 18 تا و لیبرال 16 صندلی در مجلس دارند که اینها مردم اینها رو انتخاب کردند و به این تعداد هم انتخاب کردند به میزان درصدی که رأی دادند و این هشته الان در مجلس سوئد هستند از پس از تاریخ 22, 2022 و دارند کشور رو اداره میکنند و اون کسی هم که بیشتر رأی میارن اگر اطلافی صورت بگیره با اطلاف یا اگه نگیره بدون اطلاف اونها دولت رو دارن تا چهار سال و چهار سال بعد دوباره این رعی ها انجام میشه حالا اون چی که اینجا مهمه و ما باید ما ایرانیا در نظر بگیریم که من دیدم بسیاری از همیهنان ما نادیده میگیرن این هست من های این که اون که گفتم این که باید این هشتا میان نمایندگی میکنن مردم سوئدو به این شکل که خب به تعدادی که رأی گرفتن در شهرها روستاها استان و سپس در کل سوئد اما برای اینکه وارد مجلس سوئد آدم بشه به عنوان حزب به عنوان سیاستمدار میبایستی کم کم چهار درصد بهش رأی بدن. یعنی زیر چهار درصد اگه شما رأی بگیری نمیتونی وارد مجلس بشی رفت تا چهار سال دیگه و در اون مدت چهار سال شما حق نداری بگی من یا ما حزب ما نماینده مردم سوئدن یا این گوشه و اون گوشه سوئد این اون ساختار دموکراسی در سوئد و دلیلش هم که اینو گوشتم برای اینکه اگر این چهار درصد نباشه خب تعداد حزب های کوچولو در مجلس سوئد بسیار زیاد خواهد شد و این باعث یک نوع کندی در کار میشه روی حساب این چهار درصد رو در نظر گرفتند و هر حزب تازی که بخواد به وجود بیاد باید از این مرز چهار درصد بگذره حالا بیایم این چهار درصد رو فرض کنیم ما در ایران آینده که به همه اون چیزهایی که خواستیم رسیدیم حالا یه انتخابات آزادی همین هفته آینده قرار برگزار شد طبق اون چه که من در وردم از سخنگوی ستاد انتخابات کشور در سال 1400 در ایران 59 میلیون خورده ای ایرانی واجد شرایط رای دادنند. حالا بگیم 60 میلیون، روندش کنیم، 60 میلیون در ایران فعلا میتونن حق رای دارن. یعنی زیر 18 سال نیستند. این 60 میلیون 4 درصدش، همین 4 درصدی که در سوئد رایت میشه، باید بیش از چهار درصد به یه حزب رای بدن تا اون حزب بتونه وارد مجلس بشه خب این چهار درصد شست میلیون میشه دو میلیون و چهارصد هزار نفر حدودا دو میلیون و چهارصد هزار نفر خب ما باید از خودمون بپرسیم از این حزبایی که در ایران هستند در جامعه ما چه توی ایران چه بیرون ایران همه اینا در آینده میخوان خودشونو بیان کاندید کنند که در انتخابات شرکت کنند چند تا اینا بالای دو میلیون و چهارصد هزار نفر بهشون رأی میدن که اینا وارد مجلس شورای ملی ایران بشن یا هر هر نامی که قرار داشته باشه این پرسش رو همه سیاستمدارای ما همه فعالان سیاسی ما همه و از خودشون بپرسن از من میپرسید با اونش اون درک درست از واقعیتی که در جامعه ما هست من گمان نمی کنم که ما بتونیم بسیاری از این حزب ها بتونن به مرز دو میلیون و چهار هزار نفر برسن به خاطر اینکه اصولا همونجور که شما بهتر از من میدونید به خاطر پیشینه ای که فعالین سیاسی و سازمانهای های سیاسی در جامعه ما و حتی کشورهای همسایه ما در این صده گذشته بر خودشون درست کردن مردم نگاهشون اصلا به این سازمانه ها نیست الان در تمام این این همه مردم در شهرها و روستای ایران تو این سال گذشته پس از مرگ جینا محسا امینی حتی پیش از اونم در خیابون میان شعار میدن شعار رو در دیوار می نویسن این همه سرود میخونن و اینا شما کجا دیدید که نامی از یه حزب ایرانی ببرن یا یک شخصیت سیاسی ببرن خب این خودش نشون میده که اگه همین فردای انتخاباتی در ایران باشه حتی هم آزاد من گمان نمیکنم که دو میلیون و چهار به یه حزب رای بدن این رو از این جهت میگم که یه مقدار ما رویا بافی نکنیم و درک درستی از واقعیت داشته باشیم تا دچار این گرفتاری ها نشیم و بتونیم در استانداردهای جهانی کار کنیم یعنی سیاست علمی اصولی بره جلو نه فقط ذهنی و تخیلی و رویایی و چیزهای شبیه به این در ادامه این سخن یک اشاره هم میخوام بکنم به اینکه حزب کومله ما یه وارد سایت این حزب بشیم حزب کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران کومله این دوستان یک اطلاعیه دادند در رد منشور اونجور که نوشتن در رد منشور رضا پهلوی و هوادارانشون و سوء استفاده از نام کمله خب این شگفت انگیزه که آقای عبدالله متدی در این منشور هستند و این رو امضا هم کردن و هیچ کدوم از این خبرنگارا من نمیدونم از این ایشون پرسش کرده باشن که داستان چیه چون تو در این اطلاعیه این حزب کمله اشاره میکنن که ایشون اصلا تو این حزب نیستن یعنی تو این حزب جایگاهی ندارند و اینها همه برای جامعه ما واقعا برای مردم مثل سم میمونه که نمیدونن چی رو باور کنن چی رو باور نکنن این دوستان در این اطلاعیه از به کمالی نوشته روز جمعه ده مارس 2023 بیانیه کمایی که نشان دهنده توافقات سوداگرانه و نان قرض دادن فرصت طلبانه امضا کنندگان آن به همدیگر است تحت عنوان منشور همبستگی چند تا نقطه در 17 بند توسط رضا پهلوی فرزند دیکتاتور سابق ایران و پنج تن از همفکرانشان انتشار یافت خب همین متن رو آدم میخونه از این سازمان سیاسی یه یک حزب حساب کنید تو همین بند نخست که این قدم کوتاست دو خط و نیمه چقدر گوشه زدن چقدر کنایه چقدر متلک حالا این شیشتن هر کسی که هستن واسه من فرق نمیکنه من اینجا نگاهم به این ادبیاتی که استفاده میشه توافقات سوداگرانه نان به قرض دادن فرصت طلبانه آخه این جور سخن گفتن واقعا شایسته سازمان سیاسی نیست من شگفت زدم یا در 17 بند توسط رضا پلای فرزند دیکتاتور سابق به کار بردن واژه دیکتاتور الان همه ما من شما همه میدونیم که پهلوی سوم شاهزاده ایران یکی از محبوب ترین شخصیت های جامعه ایرانه و بسیاری هم در جامعه جهانی هم ایشون رو میشناسن و ایشون رو دوست دارند بسیاری هم پدر و پدر بزرگ ایشون رو دوست دارند با همه اتفاقهایی که افتاده یا نه افتاده هر جوری که بوده دیگه گذشته نوشتن واژه دیکتاتور چه لزومی اینجا داره من نمیفهمم چرا ما باید یه همچین ادبیات تندی رو در مورد دیگران استفاده کنیم الان من نمیدونم شاهزاده اینو بخونه که احتمالا هم خونده مثلا ایشون چی میشه شما فهم کنه اینجوری دل طرف رو به دست میارین یا دل طرفداران ایشون رو به دست میارین سیاست یعنی دل دیگران رو به دست آوردن نه اینکه دل دیگران رو شیکوندند اون, که این کار اون کار کار تروریستاست نه یه کار یه سیاست مداری سیاست باید کسانی رو که مانند خودش نیستن رو به گونه ای با باشون سخن بگه که اونها هم به آدم بپیوندن نه اینکه اونها رو از خودتون فراری بدی خب واژه دیکتاتوری واژه تندیه واجه های دیگه هم توی این اطلاعات دیدم که خودتون میتونید دوستان برم تو در سایت کمله بخونم که برای نمونه کمی پایینتر اشاره شده به قدرت های امپریالیستی خب واژه امپریالیست الان دهه هاست هیچ سیاست مداری که امروزی و مدرنه دیگه به کار نمیبره این واژه اصلا اون موقعش هم در زمان جنگ سرد که به کار برده میشد همچین چیز درست حسابی هم نبود که به بیشتر به آمریکا که کشور آمریکا گفته میشد و خب یه دم در مورد اتحاد جمهوری شوروی همین فکر رو حالا این ادبیات دیگه به کار نمیره این نشون دهنده اینه که این سازمان شوربختانه نتونسته خودش رو بروز کنه و این خوب غم من اینا رو همه از رو دلسوزی میگم و نه یعنی همیهنان ما که در حزب کومله هستن همشون برای من عزیزن من اینا رو فقط دارم میگم به خاطر اینکه اینا بتونن پیشرفت کنن رشد کنن و بتونن خوش رو بروز کنن ده و اون چه که مد نظر من هست در پایان سخن همین که نوشته شده اما نکته های از اهمیت در رابطه با این منشور و جمع شش نفره استفاده ناروا از نام کومله توسط آقای عبدالله محتدی است آقای محتدی که در کمپ جریان راست و پرو غرب اپوزیسیون جمهوری اسلامی جایگاهی برای خود و توهماتش یافته است جریان خوشنام معتبر چپ و سوسیالیست کمله در جنبش انقلابی کردستان و ایران را دستمایی معاملگری و زد و بند با جریان راست و ناسیونالیست از مطلب اپوزیسیون جمهوری اسلامی قرار داده است اینجا بازم هی hey, گوشه و مطلک و اینا که اینا درست نیست فقط آدما از هم دور میشن هیچ به درد هیچ کس هم نمیخوره حتی خود این حزب که این بیانیه داده چه برسه به دیگران در ادامه نباید اجازه داد تاریخ 53 ساله حیات سیاسی سرشار از مبارزه و فداکاری هزاران انسان جان باخته و هزاران رزمنده در قید حیات در حاکمیت دو استبداد سلطنتی و اسلامی همراه با میلیون ها مردم ستمکش و رنجیده کردستان این گونه مورد بهره برداری نامسئولانه قرار گیرد که بازم هم همین حالت حمله و خیلی خشن و بیرحم و آدم وحشت ورش میداره آخه چرا ما نتونیم خب این دوستان رو شما نقد کنید خیلی ملایم و آروم بگید این کارتون درست نبوده اگه اونجوری میکردید بهتره الان تو این بیانیه هیچ نوشته نشده که ما چه کار کنیم پس ما چه غلطی بکنیم این وضع ایران درست شه فقط از دیگران ایراد گرفتن که به درد ما نمیخوره الان توی این بیانیه فقط همین گوشه زدن و متلک انداختن و این داستان هاست. و در پایان می نویسند کمیته مرکزی کومله ضمن رد اصولی منشور اعلام شده اعلام میکند که امضای آقای عبدالله متدی به عنوان دبیر کل حزبی که با نام کومل فعالیت میکند در پای این منشور هیچ گونه ربطی به کومل و سیاست های شناخته شده آن که بیش از 23 سال است از تاریخ و سنت های انقلابی و افتخار و آفرین آن ودول کرده است ندارد کمیته مرکزی کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران شنبه 11 اسفند 1401 اه، خیلی شگفت انگیزه که آقای معتدی میاد خوش به عنوان دبریکل حزب همه میشناسن معرفی کردن اون منشور رو امضا میکنن سپس خود حزب میاد میگه که این اصلا از ما نیست و چقدر این بالاتر بد و بیرا به ایشون میگن که این هم راست و فلان و این داستان هاست. و از این شگفت انگیزتر این که این دوستان که خبرنگارا و رسانه ها اینا و کسی از آقای مبتدی نمیپرسه این همه مصاحبه انجام میشه یا از خود حزب کاملی که اصلا این داستان شما چیه ببینید دوستان در این صده گذشته فعالین سیاسی ما حزبای ما از این کارا زیاد کردن که اون اعتبار خودشون رو در بین مردم از دست دادن این یه واقعیتی که ما باید شفاف در موردش سخن بگیم اگر این اتفاق تو جامعه سوئد افتاده بود و آقای معتدی می آمد میشست می شست. می گفت من از سوی استان فلان سوئد نمایندگی می کنم در جا می بریدنش خبرنگاره سویدی که اصلا چه خبره کسی نگفته شما از استان فلان یا از این تیرو از اون تبار سوئد شما نمایندگی میکنید اینجا حزبها ها در سرتاسر سر, سر سوئد هستند این هشتا حزبی رو که من برای شما نام بردم هیچ کدوم مال یه استان نیستن و اینم خودشی گرفتاری جامعه ماست که دوستان وقتی که میان میگن سازمان کردستان حزب کمونیست ایران خب این دوستان خودشون خیلی محدود میکنن چون یه حزبی درست کردن که مشخصا برای کرداس کردستانه و سپس کمونیست هم هست یعنی یه ایدئولوژی داره که خب همه مردم ایران که کمونیست نیستن و نمیتونم هیچ جامعه همشون یه ایدولوژی داشته باشن این یک و یکی هم این که خب همه مردم ایران که در کردستان نیستن بنابراین این حزب کمله دو تا در بزرگ رو خودش بسته یکی این که خودشو محدود کرده به کردستان به مفهوم جغرافیاییش یکی هم که خودشو محدود کرده به ایدولوژی کمونیست یا سوسیالیست یا هرچ که هست خب مگه چند تا کرد ما در کردستان داریم چون این دوستان با این کارشون بقیه مردم ایران رو حذف کردن دیگه یه نفر از مشهد که نمیره تو این حزب عضو شه چون اصلا این, این حس فقط با از نامش پیداست به مسائل توی کردستان میخواد بپردازه خب اون کسی که تو مشهد زندگی میکنه دق دقیقه اولش مشهده که داره اونجا زندگی میکنه این خیلی هم عادیه تو سوئد هم اینجوریه هر جای اینجوریه و سپس این ایدولوژی کمونیست خب مگه چند تا کرد ما داریم که کمونیستن یا میل دارن به این حزب به این ایدولوژی رأی بدن خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اگه یه روزی هم در آینده ما انتخابات آزادی در ایران داشته باشیم و همه حزبها با آزادی و آرامش و امنیت بیان کاندید شن و رأی گیری بشه که باید هم این اتفاق بیفته خب آیا حزب کمل ایران حزب کمل ایران که سازمان کردستان حزب کمونیست ایران هست یعنی خودش خودش رو اینقدر محدود کرده آیا دو میلیون و هزار نفر بهش رأی میدن خب احتمالا نمیدن چون طبق اون سیستم دموکراسی که هست اگر به این دوستان هم رأی بدن اینا فقط در محدوده استان کردستان و شهرهای کردستان میتونن نماینده داشته باشن اینا نمیتونن هرگز پاشون رو بذارن تو مجلس شورای ملی که در تهران خواهد بود چون تعداد رایشون خیلی کمه یعنی اصلا ما روی چیزای علمی و حرفی اصلا کار نمیکنیم و نمیدونیم که آدم یه حزب درست نمیکنه که فقط برای یه تیره ای از ایرانی ها باشه یا هر کشوری دیگه ای چون خودشون محدود کرده و هیچ وقت پیشرفت نمیکنه هیچ وقت گسترده نمیشه به هدفهای های سیاسیش نمیتونه برسه چون اونقدر نمیتونه نماینده بفرسته تو مجلس اصلا شاید هم کمتر از چهار درصد رأی بگیره اصلا نیاد تو مجلس هیچ وقت نه به خاطر زور و این چیزا به خاطر سیستم دموکراسی که همه کشورها هم کشورهای آزاد که درشون دموکراسی هست این گونن. بنابراین خواهش من از همه دوستان همیانانی که تو کار سیاستن به شکلی همه این حزب ها خواهش من واقعا دلسوزانه اینه که خودتون رو به روز کنید چون من خیلی چیزا میبینم اینی که الان اینجا گفتم یه قطره کوچیک تازه از این کمکاری که دوستان میکنن که مشق شبشون رو نمی نویسند و من نمیدونم این دوستان چجوری میخوان موفق شن چون اینجوری آدم نمیشه اینجوری یک سازمان سیاسی یا یک فرد سیاسی موفق نخواهد شد اگر ما میخوایم ایران رو و همچنین همسایه های ایران چون اونا هم همسایه ما باید رشد کنن پیشرفت کنن این اگر ما هممون در خاوری میانه میخوایم در استانداردهای جهانی زندگی کنیم یعنی کشور یا کشورهامون رو بیاریم بکنیم مثل سوئد سوئیس بلژیک انگلیس آلمان فرانسه اسپانیا کانادا استرالیا اگه ما میخوایم در این اندازه ها دموکراسی و منشور حقوق بشر و اینا رو داشته باشیم که حالا همه هم که میخوان کشورشون رو ترک کنن میان تو این کشوری که نام بردن میشن هدف که بیان این ور خب حتما اینجا خوبه که همه میخوان بیان اینجا و نه کیو دیدین که فرار کنه بره ویتنام یا کره شمالی خب پس همه که میان اینجا این کشورها حتما کشورها ساختار درستی دارن دیگه خب پس ما میخوایم این ساختار رو اونجا پیاده کنیم تو ایران تو عراق تو افغانستان پاکستان ترکیه خب اگه میخوایم این کار بکنیم باید در این اندازه بیاندیشیم در این اندازه علم یاد بگیریم که چجوری این اصلا در دنیای واقعی پیاده میشه نه اینکه همینجوری بریم توی یه سری خواب و خیال و چیزهای حاشیه‌ای و چیزهایی که اصلا هیچ جایی در جهان امروز در جهان مدرن و نوین نداره من نمیفهمم یا من خیلی کند ذهنم که این چیزا رو نمیفهمم این ادبیات رو من نمیفهمم که یه آدمی در مورد یه آدمی دیگه استفاده کنه حالا فایل و مفعول هر کی هست اصلا این ادبیات ادبیات زشتیه من این همه سال تو سوئد زندگی کردم هرگز در این تا حزبی که تو سوئد هستن که از راست راست هست تا چپ چپ ندیدم این واژه ها رو به کار ببرن وقت که با هم حرف میزنن یا در مورد هم دیگه می نویسن خب اگه ما میخوایم ایران بشه سوئد باید دست برداریم از این ادبیات دیگه و دست برداریم از خیلی سای دیگه وگرنه نمیشه صد سال دیگه هم همین نکبتی که توش داریم زندگی میکنیم هممون ادامه پیدا میکنه حالا چه کرد باشیم چه فارس چه بلوچ چه عرب چه ایرانی چه عراقی چه ترکیه‌ای، چه افغانستانی چه پاکستانی فرقی نمیکنه اصلا گرفتاری ما اینا نیست گرفتاری ما اینه که ما نتونستیم خودمون رو بروز کنیم فقط در حد همین اندازه است که کچهوار رو کروات بزنیمه وگرنه بیش از این نیست هنوز مغزها خیلی اه، اه، کهنه فکر میکنم خیلی کهنه و من همه اینا رو به دلسوزی میگم چون اصلا این وسط به من هیچی نمیماسه هیچی امیدوارم اون چی که گفته شد به درد خورده باشه براتون و در آینده بیشتر در مورد یه ساختار درست کشورداری میخوایم سخن بگیم که گمان میکنم اونها هم اگه بشه همه چیز رو ساده کرد و خیلی اصارش رو در موردش سخن بگیم که اقلا بدونیم چی درسته چی نادرست که یک مسیر درستی رو بریم با سپاس از این که این زمان رو کنار گذاشتید و به اون چی که گفته شد گوش دادید و تا درنگی دیگه شما رو به مهر و خرد ایرانی خودتون میسپارم با سپاس و بدرود زحاک شد ملک را شهر یار به و آبادی از این دیار به پرداخت کاخی سراسر دروغ چراغانی از ظلمتی بیفروغ ندانست جز کجیام آموختن جز از کشتن و قارت و سوختن نهان گشت هندار فرزانگان ز گفتار و کردار دیوانگان شده بر بدی دست دیوان دراز به نیکی نرفتی سخن جز به راز هر آن سری داشت سبز و جوان که رو اید از تخم ای پهلوان بکشتی و مغزش بپرداختی مران اجدهارا را خورش تاختی اتشناک بر خون گرسته به سر که سیری نبودش ز زور و بزر فریب و ریا بود آین او بدی رسم او بود و کین دین او نبود بهرش هیچ غیر از زیان به خاکی سراسر قرور و کیان ولیکن چو بشکست این جام صبر برآورد خورشید از پشت ابر چو مردم به نیکی به هم ساختند چونان نور بر تیرگی تاختند قیامی که آغاز این رزم شد به عزمی که با همدلی جزم شد همه همدل و جمله همداستان به نابودی وی در این داستان ندیگر دیگر زه هم دور و سردرگمند در این قصه کاوه خود مردمند درفش فروزنده کاویان کنون است در دست ایرانیان زه هر قوم و هر دین و هر ریشه ای به هر رنگ و هر فکر و اندیشه ای هدف شوق آزادی خاک شد آغاز پایان ز